ای پدر، کاش بودی و به این میگفتی که اون قدیم ندیما چه اتفاقاتی افتاده. مادر یه چیزها رو از من مخفی میکنه و میگه بهتری که ندونی، و همچنان داره سعی میکنه که من به کاپیتان نزدیک نشم. راستش چراشو نمیدونم، اینجوری مادر رو تا حالا ندیده بودم. برام خیلی عجیبه که اون میتونه اینجوری هم باشه. مادر اصرار داره که کاپیتان رو مقصر همه مشکلات ما در طول این سالها معرفی کنه. میگه بی پدری من، بی شوهری خودش و چه میدونم هزار تا درد بی درمون دیگه که نفهمیدیم چی شد و گذشت، همه ای سری سر کاپیتانه. اما من دوست ندارم از کاپیتان متنفر باشم، هرچند که منطقم حکم میکنه که مثل همیشه مادر راست میگه. اما این نگفتنهای مادر رو نمیدونم چجوری باید تحمل کرد و این چیزایی که حتی به آرزو هم نمیتونم بگم، به آرزویی که قد همه خوبیای عالم دوستش دارم، مثل شما. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید، این سالن صندوق امانت پستی اینجا بود قبلا، نمیدونید کجا رفته؟ طبقه پایین زیر زمین. بله. خیلی متشکرم. صندوق امانت من سر جاش نیست، کجاست؟ ما اطلاعی نداریم. یعنی چی که میگین ما اطلاعی نداریم؟ میبخشید جناب کاپیتان، از اون موقع 10 سال گذشته. شما میدونید نامه‌ای بلا تکلیف و تا یه مدتی میشه نگه داشت، بعدش خمیر میکنن. از زمان تغییر اداره پست به این محل الان بیشتر از 10 سال گذشته، همه چیز دچار تغییر شده. حتی صندوق امانات؟ حتی صندوقا. مسئول قدیمیش آقای خورشید فر، ایشون الان بازنشست شدن، پیداشون کنین حتما میتونن به شما اطلاعاتی بدن. من هر طور شده باید اون صندوق رو پیدا کنم، من اون صندوق رو لازم دارم. ببخشید اطلاعات مهمتون اون صندوق بوده؟ بله، اطلاعات مهم و حیاتی. خسته نباشی، کمک کنم. نوچ. گفتم شاید بتونم یه کمکی. گفتم بره. نوچ. اینم امکان داره. بابا گیر نده اول صبحیه. کله پاچه. نوچ و جون برو. قربانه. صبح بخیر قربان. سلام. صبح بخیر. ملاحظه فرموده این؟ چی رو؟ مرده مشکوکو ماشینه رو. آها، این ماشینه که خراب شده؟ بچه ای مگه؟ ماشین خراب کدومه؟ مسئله کاملا مشکوکه. من مطمئنم که توته ای در کاره. الان 35 دقیقه و 40 ثانیه است که دم دره. مطمئنم موقع خدمتم پدرش رو دستگیر کردم و الان جان من در خطره. انتقام. آقا دستم بیارم پایین. بیار با احتیاط، بیار پایین. اعتراف کن. آقای آجرلو، به نظرم شما اشتباه میکنین. این بنده خدا فقط ماشینش خراب شده. چقدر ساده ای شما جوونا، چقدر خامی شما جوونا. این یه توته است، این یه توته است. ماشینش خراب شده و همین سادگی، اونم جلوی در خونه من. آخ 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 آخ، این میخواد موقعیت رو بررسی کنه تا به موقعش. مگه تلفون بی سیمشو ندیدی؟ مگه اون نگاه پدست سختشو ندیدی؟ همه اینا یه توته است، یه شیوه که کهنه است.
آقای آجرلو، من فکر کنم شما اشتباه میکنید. هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه. درد جامعه ما بی تفاوتی، مقدمه هر جنایتی یه نکته کوچیکیه که بی اهمیت گرفته میشه. سرد میشه. چی؟ درد جامعه ما؟ نه آقای، کله پاچه سرد میشه. کله پاچه خریدم. به جای کله پاچه شما باید مغز میل بفرمایید. آزادم قربان. آزاد! وای کله پاچه، زنده باد بهنام. به این میگن شوهر با سلیقه. زنده باد. بعد کاش فردا صبح میگرفتیم. چرا فردا؟ آخه آقا امید فردا صبح برمیگرده دریا، گفتم صبحانه رو دور هم میخوردیم بعدش هم میرفت فرودگاه. خیلی خوب میشد، میدونی که خیلی کله پاچه دوست داره. آخه خب اب نداره، من فردا دوباره میگیرم. خوبه؟ وای نه، دو روز نه، خیلی چاق میشم به. برو بابا، چاق میشم. بشین بخور، یخ میکنه، دم میافته. بشین. وای چشاشو نگاه کن احمق. امید زشته بهنا. بخاله گفتیم با سبزی پلو مایش هم موافق یا نه؟ او آره موافقم، به شرطی که سبزیشو خودت پاک کنی. همه جور ماهی میخوره ها، ولی این ماهی سفید برش چیز دیگه است. خب ماهی سفید خیلی خوشمزه است، من خیلی دوست دارم. دیگ نداره، خیلی خوب. آقا امیدو میگم. خب اینم از خمیر مخصوص، 4 عدد تخم مرغ، شکر به مقدار کافی، کرم مخصوص. خب مهتاب جون قربون دست، این قابلمه رو یه سر بزن تا نگیره. قول میدم از اون پای سیبایی بشه که عاشقشی. دست درد نکنه. با تو که نبودم، با امید بودم. چه سوپ کلمی بشه. حالا نمیشد از خیر این سوپ کلم بگذاریم؟ نه آخه برای امیده، میدونی؟ چون که امید عاشق سوپ کلمه. میدونی بهنام، من همیشه نگران این بودم که وقتی ازدواج میکنم رابطه تو با شوهرم چجوری میشه، ولی واقعا الان احساس میکنم این نگرانی واقعا بیمورد بوده. خب آره، میدونی چیه، من کلن اینجوریم، دوست دارم که با آدم ها ارتباط برقرار کنم، حتی اگه اونا نه. چون امید بهترینه. آره خب اینم هست، امید بهترینه. آخ چی شد؟ دستت بریدی هواسفر؟ خدا میبینی؟ باور کن امید با همین کار در آشپزخونه اینقدر ماهرانه کار میکنه که آدم حس میکنه. خیلی خب بابا، ماهرانه کار میکنه که ماهرانه کار میکنه. منم یه شامی درست میکنم که همه تون انگشتاتون هم باش بخورین. من بعد شام درست میکنم. به به، آما به نام آشپزی. خب خیلی خب بابا، حالا چی میخوای درست کنی؟ خوش انگشت میخوای بهمون بدی؟ نه خیر، سبزی پلو با ماهی سفید که امید عاشقشه. ببین من فکر امید هستم. سلام، خسته نبود. سلام مادر. سلام. بالاخره اینقدر گشتم تا کرفس پیدا کردم. آخرم کرفس گرفتی؟ آخ معذرت میخوام، یک ماهی که بهش قول دادم براش کنگر درست کنم. ببخشید، این آمدن رفتن امید برای من حواس نمیذاره. نه دیگه حواس نمیمونه دیگه برای آدم. چرا برعکس بسرم؟ ای وای، چشم و چراغ خونه. الو، کی هستی؟ آه سلام، دیگه داشتم نگران میشدم، گفتم نکنه دیگه کارت با ما تموم شده. نه مراقبم، همه چی مرتبه. آره همه باور دارن. خدافظ. سلام آقای آجول، من فردا میرم دریا. مادر گفتن که ما نهار منزل بهنام خواه هستیم، شما تشریف بیارید. خب حالا باشه، ببینم. باشه خدافظ. خوش دارم. یا
اینم دسر مخصوص سراشپه. عالیه. دست درد نکنه بهنام. عالی. بهنام. چقدر خوشگل شده. دست درد نکنه بهنام. واقعا باریکلا. خیلی با سلیقه‌ای. معلومه داداش من خیلی با سلیقه است. پاش بیفته از همین با سلیقه تره. ماشاءالله امروز هم که خوشتیپ شده. من مطمئنم که مزه‌اش هم مثل ظاهرش خوشمزه است. آره شما که مطمئن با. آره. میشه اول از اینا خورد؟ بله بفرمایید. دست نگه دارید خانم. دست نگه دارید. این دسر خیلی مشکوکه. مشکوک و خطرناک. نترسونید بارا آقا. جدی عرض میکنم. قارچ سمی خیلی خطرناکه. اصلا کشنده است. مسموم چی آقا؟ اینا رو من خودم پرورش دادم. بیا من الان همه اینو میخورم. اگه چیز شد. دیگه بدتر. چرا از اون دسرایی که امید خان اون دفعه درست کردن و خوردیم از اونا درست نمی کنی؟ خیلی خوشمزه بود. آره ها هنوز مزه زیر دندونمه. دستپخت امید حرف نداره. مادر درست کردنش هم خیلی سخت بود. یه خورده آقا این دسر رو بشنوید. از بهترین دسراییه که با قاش درست میشه و دسری که شما امروز چی بود اسمش؟ آقا اصلا دسر رو ولش کنین. آه منم گذاشتم اینجا. دسر تموم شد. بریم سراغ نهار. خورشت کنگر دستپخت منه. سبزی کلو با ماهی دستپخت آقا بهنام. خب خورشت کنگر من فقط از این خورشت کنگر میخونم. آقا این کنگرش مشکوکه. آخه تنها چیز مشکوکی که من در اینجا میبینم این دو چشم این ماهی پدر سوخته سفیده. چقدر بامزه شدی بنا. خورش داده من. نه چیه تو ماهی پلو نمیخوری؟ میدونی چیه من چون رو کشتی همش ماهی میخورم امروز حواس کردم یه خورده از این خورشته کنگره مادر بخورم. یه خوردم خب ماهی پلو بخور. حتما مادر جمعی دست شما درد نکنه. میخوری؟ خیلی هم خوب پختیش حتما میخورم حتما. وارد کردم. وای وای دلم نکردم تو زمین. ماما یکم برنج برای من میکشیم. بخورا بخور از این خورشت کنگر مامان بخور که خیلی خوشمزه. دست شما درد نکنه. عالیه عالیه مادر دست شما درد نکنه. امیدم دست سوختش مامان رفت. آرزو این خورده. آره واقعا ببینم اون خامه سبزی که روی دسر ریخته بودی اسمش چی بود؟ آها اون یه خامه نباتی که از یه جور جلبک دریایی میگیرن. خیلی خوشمزه. خواهش میکنم. وقتی امید هست اشتهام دو برابر میشه. آخه منم همینطور ولی حیف که فردا داره میره. مثل اینکه آقا بهنام از مایه خودشون میل نکردن. این به نظر شما یه کمی مشکوک نیست؟ زیاد سر به سرش نذاری. ممکنه جدی بگیره ها. بمیرم براش. بس که ساده و با احساسه. نه جمعی شکر رو داره من فکر کنم. حالا کجا رفت؟ نمی بینمت چون زیادی جلو چشمشون بودی. البته قبولت دارن ها. آره قبولت دارن. چیه؟ نکنه اعتماد به نفستو از دست دادی؟ ها؟ نکنه فکر میکنی برای کسی مهم نیستی؟ آره درسته؟ آره زیادی جلو چشمشون بودی. حالا واسه بگردی دنبال یه راه حل درست حسابی. لطفش به اینه که غافل گیر کننده باشه. غافل گیر کننده؟ چه لطفی داره؟ ای بابا مثل این پسر دیگه آقا امید. بابا تو دیگه کی هستی؟ ضمیر ناخودآگاهت هستم. بله آقای؟ ضمیر ناخودآگاه. آقا ضمیر. بینیم دنیا دست کیه؟ مأموریت؟ الان؟ یه دفعه؟
بله یه دفعه پاشد یه تلفن زد و رفت. چند روزه؟ 10 روزه. دیدم سر نهار پکر بود، نگفت کجا میره؟ نمیدونم، وسط کویر لوت. چرا اونجا حالا؟ برای بررسی وضعیت رشد قارچ تو کویر و اینجور چیزا. قارچ تو کویر؟ البته تحقیقات کار سنگین و جذابیه، همیشه هم دوست داشت بره ماموریت، ولی خیلی بد موقع شده چون من نمیبینمش. فردا میخوام برگردم دریا. کاش که واسش یه خورش کنگر درست کرده بودم این دم آخری. تلفن شما زنگ میزنه. بله الو بهنا. بله بفرمایی. رفته ماموریت. شما این؟ سلام. بله از طرف شرکتون دیگه؟ نه نه چیزی نیست، شاید خواسته شوخی کنه. متشکرم از لطفتون، خداحافظ. از طرف شرکتشون نرفته ماموریت. چطور؟ معاون شرکتشون بود، خواست من یه کار مهمی واسش پیش اومد، نتونست توضیح بده. خب شاید هم نمیخواست به کسی بگه. حتی به من؟ فکر نکرده از طرف شرکت زنگ بزنن دستش روشه؟ فکر نمیکرده تو این چند روز تعطیل کسی از شرکت تماس بگیره. اصلا ازت انتظار نداشتم بهنا. امروز دور سر میز نهار خیلی پکر بود. آخه شما هم خیلی سر به سرش گذاشتین، شوخی هم حدی داره. چیزی یعنی شما فکر میکنید به خاطر همون دسر قارچ ناراحت شده؟ باید به پلیس خبر بدی. پلیس؟ آره، به قول آقای آجرلو هیچ نکته مشکوکی رو نباید نادیده گرفت. به قول ما دریایی ها اولین فکر بدترینش نیست. شما برین شرکت با ماشین آقای آجرلو، من اینجا پیش تلفن میمونم. زودتر برین. بریم. باش، بس فعلا خداحافظ. کسی نیست؟ نه در بسته، ظاهرا تعطیله. زنگ زدی؟ آره، ولی نگهبان باید باشه. آقای نگهبان. آقای نگهبان. نگهبان. کسی نیست مثل که. نگهبان. چه خبره؟ من این نمیبینی تعطیله. شرکت کسی نیست. من همسر بهنام صبوری هستم. آقای صبوری؟ ما مفلسی ایشون هستیم، چرا زودتر نفرمودین؟ ایشون رفتن ماموریت. ماموریت؟ کدوم ماموریت؟ سلام. سلام. سلام مادر. سلام مادر. تونستی خبری ازش بگیرین؟ ما که نه، شما چطور؟ نه. ای بابا پس اینجوری نمیشه. وقتی کلانتری میگه موضوع یکم مشکوکه، یعنی خیلی مشکوکه. حالا باید چی کار کرد؟ مشورت با کی؟ عرض کنم که ما شرکتشون هم رفتیم، منتها کسی خبری ازش نداشت. عجب. بله. چی بله؟ یعنی همینه دیگه، همش همین بود. نوچ. چرا دیگه همش همین بود مگه نه؟ بله بله. نه، حالا بهتون ثابت میکنم، خواهید دید که چیزای دیگه هم هست. فقط باهاتون اتمام حجت میکنم اگه میخواید من مقتول رو پیدا کنم. اون مقتول چی آخه؟ مقتول کدومه آقای آجرلو؟ منظورم همون مفقوده. خب اگر میخواید من مفقود رو پیدا کنم، باید مطیع سیستم غافلگیری من باشید. اگه میخواید آقا بهنام رو زنده ببینید، باید به تک تک سوالات من پاسخ بدید. به نفعتونه که به حقیقت اعتراف باشه؟ باش. خوبه، شروع میکنی. از متهم ردیف اول، همسر مقتول، ببخشید مفقود، مهتاب خانم. تردید؟ بله تردید. از تردیداش بگو. اعصاب مردد بود، یکم هم گرفته و ناراحت. اشتها چجوری بود؟ نهار خورد؟ شما که خودتون بودین دیدین که لبه هیچی نزد. شاید به خاطر مسمومیت غذا بوده چیزی نخورده. ای بابا
اگه غذا مسموم بود که ما الان همه باید تو بیمارستان باشیم آقای آجرلو. ساکت، منظورم اون ماهی مسخره است که هیچ کس بهش لب نزد. بمیرم الهی، همه خورش کنگر خوردن. دسر قارچ ماهی رو با چه زحمتی پخته بود. خب به خاطر این موضوع دعوتون نشد؟ نه اصلا، حتی جر بحث هم نکرد. خب شاید شوخی نداشته، یه دفعه غیبش زده، چیزی با خودش نبرد؟ چرا، چند از لباس و وسایل شخصیش. خب وسایل دفاعی چی؟ وسیله دفاعی؟ آره منظورم چاقوی، قمه، پنجه باکسی، قمه. نه، یعنی نمیدونم. پول چی؟ چرا، فکر میکنم حدود 100,000 تومان. 100,000 تومان؟ نه این جور در نمیاد. چی جور در نمیاد؟ یعنی چی آقای آجرلو؟ خب شاید ازش خواستن اون همه پول نقد با خودش ببره. کیا؟ همونایی که امروز صبح خرابی ماشین رو بهانه کرده بودن. درسته، درسته، مشکوکه. چی گفتی؟ پرسیدم رابطتون چطوری بود؟ خیلی خوب بود، صمیمانه و عالی بود. بود؟ یعنی هست. ما پشت ابر پنهان نمیمونه. راستی آقا بهنام به شما چیزی درباره یه ماشین جیپ مشکوک چیزی نگفت؟ تازگی ها؟ تازگی ها نه. قبلا گفته بود؟ بله، قبلا گفته بود که جیپ ماشین خوبیه برای مسافرت کردن. و پنهان کردن یک آدم درون اون چطوره؟ به نظرم فکر خیلی خوبیه. به نظرش فکر بسیار خوبیه. این چند روز اخیر هیچ صحبت خاصی باهاش نداشتی؟ راستش یادم نمیاد. نه اصلا هیچ حرفی با هم نزد. عجیب نیست؟ شما اونجوری که باید و شاید و لازم بوده آقا بهنامو ندیدید. چرا عجیبه؟ باید اعتراف کنم این دفعه حق با شماست، من درست ندیدمش. برای چی؟ راستش من مسافرم، باید برگردم دریا. یه خوردم دستپاچه شده بودم. یه خوردم دستپاچه بودید. آخرین باری که با هم حرف زدین کی بود؟ حدود یه ماه پیش. و آخرین باری که دیدینش کی بود؟ امروز ظهر سر نهار. گفتین امروز ظهر چی بهتون گفت؟ امروز که نه، ولی یه ماه پیش به من گفت اونم بعدش نمیاد تو کارش یه مأموریتی داشته باشه. و چرا اینو به کسای دیگه نگفته؟ من چه میدونم؟ اصلا شما منظورتون چی از این سوالا؟ منظورم چیه؟ شاید اینو از خودتون الکی ساختین که غیبتش رو توجیه کنید. امروز ظهر به شما چی گفت؟ امروز زور نه، یک ماه پیش. خب آخرین بار یه ماه پیش دیدینش؟ نه خیر، امروز زور سر نهار بود. فکر میکنی چرا امروز سر نهار به شما گفت که دلش ماموریت میخواد؟ من چه میدونم، شاید از یک نواخته کارش خسته شده بود. گیر افتادی. شما که گفتین یه ماه پیش اینو گفت. ببخشید من متوجه نشدم، اینقدر شما سوال پیچ میکنید من متوجه نشدم. یا شاید هم دستپاچه شدی. واسه چی؟ چون من اینطور خواستم. اینو چه ربطی به گم شدن بهنام داره؟ رفتن شما به سفر فردا، گم شدن بهنام خام امروز. ناخداها کجا با هم قرار گذاشتیم؟ نمیدونم، یعنی راستش یادم نمیاد. بله دیگه همینه، یادتون نمیاد. هیچ کس یادش نمیاد. اینا در تحقیقات من خیلی مهمه خانم. چرا مهمه؟ اهمیت موضوع در همین جاست. ما اشخاصی رو که در دور و پرمون هستن اصلا نمیبینیم، مخصوصا اونایی که مربوط به روزگار گذشته ما هستن. بله؟ شما دارین از چی حرف میزنین؟ از آقا بهنام حرف میزنم. شما فکر دیگه ای کردید خانم؟ یه لحظه. بله، همه چیز مفقود شده، یا گم شده یا سر به نیستشون کردن. همه اون اسناد، اون مدارک، آخرین نامه ها، مدارکی که با اونا میتونستم هویت واقعی ما اثبات کنم. از همه مهمتر، اسنادی که فقط با بودن اونها میتونم ادعاهامو ثابت کنم. لعنتی، همش توی اون صندوق پست بود.
زندگی با یک هویت جعلی ایشاید به نفع همه تون باشه. از نظر آدمای زندگی که تو رو میشناختن امیر دریایی مرده، غرق شده. و حالا اگه بعد ای همه سال بفهمن تو زندگی رو برگشتی، شاید چیز زیاد خوبی نباشه. نظار و کابوس سیاه گذشته یک بار دیگه آرامش آدم ها رو به هم بریزه. ولی این حق منه، حق مسلم منه که بدونم بعد از اون پاپوش و تبیده به هرباز اینجا چی گذشته. چطور بهترین دوست من پرتو زندگی منو مال خودش کرده. این حق منه. درسته، ای حق توه، بگرد، جستجو کن. اما فراموش نکن تو خیلی سال نبودی و این میتونه هر آدمی رو دچار تردید بکنه. بخشید که خورشت کنگر نداشتیم، متاسف. خواهش میکنم، حدس میزدم قربان. حدس میزدی؟ ای آقا، وقتی تو خونه آدم براش خورشت کنگر درست نکنن، وای به حال رستورانا. بد جوری آتی به نا، بد جوری. وقتی چه یه زنگ بزنم خونه و از شرایط سخت و طاقت فرسای کبیر بگم. از مار و عقرباش، هوای خشک روزش، سرمای کشنده شبش. آره اینجوری قدر آدم رو بیشتر میدونن. مهتابم بی خیال، اونم 10 روز طاقت میاره دیگه. شایدم 8 روز. نه با 3 روز، این چقدر گرونه. شما حالتون خوبه؟ بله، یک روز. خیلی گرمه. شرایط کبیر سخته. به ایران ارسال میشد، منظور نشد. که میره من از تنها نگرانت نیستن، شرط میبنده منم رفتن درکه کباب خوری. که چی؟ شب آخری دوروبر آقا امید شلوغ باشه، رو دریا احساس دلتنگی نکنن. آقا بهنا، دیدی بود و نبودت یکیه. بدبخ
ولی چند روز که از خونه دور باشی نگرانت میشن. میشن. ببین اگه این کار درسته، اگه فکر خوبیه، به نظرت جواب میده، پس چرا من اینجوریم؟ چرا معذبم، کلافم؟ من چه مرگمه؟ چرا من دلم برای خونه تنگ میشه؟ برای اینکه کلت خرابه آقا مهندس. و اما نتیجه تحقیقات من، مسئله رو از روز اول مرور میکنیم. بهنام، بهنام عزیز، این موجود دوست داشتنی، بی خبر و ناگهانی از خونه خارج میشه و یهو غیبش میزنه. اونم درست روزی که فرداش امید خان باید برگرده به جنوب. و اینجاست که حقایق تلخ چهره کریه خودشو نشون میده. و من از هر کدومتون سوال کردم در این چند روزه اخیر اون چه حال و وضعی داشته، یا موقع رفتن چی پوشیده، یا از چی حرف میداده، یا از هیچی ناراحت بوده، متاسفانه هیچ کدومتون جواب درست حسابی به من ندادی. حتی همسرش مهتاب خانوم اولش برام عجیب بود، ولی بعد وقتی یک نفر بره یک نفر اطلاعات دقیقی از اون به من داد و حتی جزئیاتی رو که من ازش نپرسیده بودم برام بازگو کرد، یعنی امید خان، فهمیدم که باز کینه و حسادت عامل یک جنایت دیگه در تاریخ جرائم شده. جنایت! جنایت؟ وای، بهنام خاله، خوابی یا بیدار؟ بابا تو که با سرکلت پیدا شد. پاشو پسر، پاشو، پاشو، حالا چه وقت خوابیدنه؟ پاشو یه زنگ بزن خونه. که چی بشه؟ مرض، دیوونه، مگه نمیخوای نگرانت بشن؟ زدم نیستم. ای کله پوک، 2000 برات ارزش قائل نیستم. بعد توی هر روز صبح خودت رو لوس میکنی، میری نون سنگک تازه میخری و کله پاچه تا خانم میل کنن بهشون بد نگذره. بدبخت، 2 ماه عوض خورشت کنگر کردی، هی دارن به نافت ماهی و ماکارونی و خورشت قرمه سبزی میبندن. بعد توی برو قارش درست کن، بده خانم میل کنن تقویت بشن. من به تو چی بگم آخه؟ واقعا که خری. آه درست صحبت کن، ببین با کی داری حرف میزنی. مطاب زنم هم همسین که زن یه زمیر ناخودآگاه میشناختم که میگفت سال اولی که زن گرفتم اینقدر خوشخوشانم شده بود که میخواستم درسته بخورمش، ولی سال سوم گفتم آخ حیف شد سال اول نخوردم از دستش راحت بشم. خیلی بیمزه بود. بیمزه تر از تو اینجا نمیبینم داداش. پاچه برو بینم، پاچه برو بیرون، بهش رو میدی روسی یادتر میشه. همه قد که ما رو کشوندی به این هتل و از زندگی و کار و همه چی ما رو انداختی، بس دیگه، دیگه گولتو نمیخورم، فهمیدی؟ خب نخور بچه ننه. یه شب تو حمل دوری از خونه رو نداری؟ بدبخت، 10 روز، فقط 10 روز دندون رو چیکر بذاری اون وقت دیده میشی، همه میبیننت، میشی بهنام 3 سال پیش. 8 روز سگ خور. 8 روز. ببین اینجا یکم خرج
خواب و خوراک و این چیزا خیلی بالاست این هتله. اینو جون زمیر بدبخت میشم. بکنش 5 روز. 5 روز. 5 روز قبوله. 5 روز. یه روزش هم که الان رفت، یه روزم از آخر حساب نکن میشه 3 روز. 3 روز. میشه 3 روز. مردو مردونه. اون وقت یه چیز دیگه هم هست. این پسره بود امید خان، خیلی پسر آقای، این شوهر خواهر منه. واقعیتش فردا داره میره جنوب دریا. من اگه نبینمش خیلی بده، یعنی حالت خوبی نداره. اینو بذاریم بعدن این کارامون انجام بده، الان بکنش 2 روز خیلی 2 روز خوب میشه. خوبه؟ باشه 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 مردی که بیجار بازه. باشه تو من زدم دک و پوزتو خورد کنم. تو رو چه به این غلطای زیادی؟ میخوام دیده بشم. میخوام 10 روز خونه نرم. اگه یه بار دیگه هم یه جلاینه با من زرت و پرت کنی میدنم دک و پوزتو خورد میکنم. آه. بله؟ نفهمیدم چی گفتی تو؟ بچه بینم من تصمیمم جدی ها، جدی و جدی. حل درست نیست، جواب نمیده. حالا یه شبم دور از خونه مهتاب نبوده. بعد حالا اخ مهتاب بیچاره الان چی میکشه؟ همش تقصیر این آینه لعنتی، همش. وگرنه خدا آقا ضمیر خیلی به سر خوبیه. لعنت به تو نقشات. من یه لحظه تو خونه بودن رو با تمام دنیا عوض نمی کنم. فهمیدی؟ با تمام دنیا. بیچاره امید رو بگو چطوری طاقت میاره 3 هفته دور از خانواده. من که نمیدونم. همش تقصیر توی تو. دیوانه. دیوانه. این چه رسمه برخورد با ضمیر ناخودآگاهه؟ چرا؟ این چقدر میشه؟ 200 ریال. اینم 1000. بقیه‌اش هم مال خودم. خوبه؟ آقا دربست هر چقدر شما بگید. سریعتر فقط میخوام برم. آقا خب خانم ها و آقایان، من علاقمندم که متهم ردیف اول رو به شما معرفی کنم. خروس بیمهن. الو بله چی؟ باشه خروس بیمهن. یه اشتباه کوچیکی شده بود. حالا من متهم ردیف اولو به شما معرفی میکنم. خانم مهتاب. بله؟ خانم ها و آقایان، شما در حال حاضر با متهم اصلی پرونده روبرو هستید. زنی که سالها با شوهرش زندگی میکنه ولی هنوز نمیدونه شوهرش خورشت کنگر رو از خورشت قرمه سبزی بیشتر دوست داره. نمیدونه مکالمه آخرشون درباره چی بوده. نمیدونه آخرین لباسی که تنش بوده چه رنگی داشته. و از همه مهمتر، بهنام خان در کنارش بوده ولی او نمیدیده. تو همین خونه. تو همین خونه؟
جایی نرفته؟ یعنی چی؟ خب بفرمایید، دادگاه دیگه تمومه. بفرمایید. گمونم آقا بهنام اون بالا براتون سوپ قارچ ترتیب داده. اینم از یه پرونده جنایی دیگه. الو، سلام، شمایی؟ خیال کردم بازم این بهنامه. چی نمیشناسیش؟ همسایه طبقه بالای ماست دیگه. آره آره، همون که خواهرش با امید پرتو ازدواج کرده. آره. کجایی شما؟ از گرسنگی مردم. بهنام دیگه هیچ وقت دوست دارم مهدابی. یعنی همه تون دوست دارم مهدابی. میدونم که شما هم منو دوست دارین مهتاب. هیچ فکر نمی کردی که تحملش خیلی سخت بود؟ برای خودم سخت در بود. نتونستم تحمل کنم. چه هم آوردم مهد. دیگه میخوام ببینم یه جور دیگه از اینجا. خیلی بچم نه؟ آره خیلی خیلی. نه تو برام خورش گنگر درست میکنی؟ آره. میرم تنها میرم اون برد.